حالی که در این مورد پیش میاد این مسئله که در ایران مطرح هستش مسئله ملیت های مختلف وجود تنوع زبانی و تنوع فرهنگی چطور در این سیستم به تعاونی مثل آلمان میتونه پاسخ خودشو بگیره به این, این تنوعی که تو ایران هست که در واقع غنای ایران هم در این تنوع نهفته هستش از نظر من به لحاظ دستکم فرهنگی اینو ما میتونیم باستاب بدیم در نظام سیاسی الان نداریم الان بر حال مط... از زبان الان نظام سیاسی ایران بر دو پای زبان فارسی و مذهب شیعه پایرزی شده اونم نه نم... در به خدمت جمهوری اسلامی قبلش هم حکومت شاه هم به همین ترتیب بود اصلا رضا شاه نظام سیاسی رو بر اساس این دو تا چیز کرد و اینم از برمیگرده همون طور که قبلا گفتم که اصلا حکومت متمرکز و ناسیونالیسم برمیگرده به انقلاب کبیر فرانسه این قد... تمرکز ایران هم برمیگرده به انقلاب مشروطه در واقع تو ایران که میدونیم که در در ویرایش دوم متمم قانون اساسی مشروطه گفتن که زبان رسمی ایران فارسی و مذهب رسمی ایران شیعه دیگه از اون موقع دیگه پای, ریخ، پای کج ریخته شد خب الان با این مشکل روبرو هستیم حالا چجوری ما این مشکل میتونیم حل کنیم چجوری میتونیم ما مناطق مختلف و با رنگ های مختلف با زبان های مختلف فرنگ مختلف انعکاس بدیم در نظام سیاسی این کار به باور من نه تنها مویسره بلکه ما راه دیگه ای هم غیر این نداریم خب جوری انجام میگیره به نظر من برای نمونه در کردستان یک ایالت تشکیل بشه ایالت کردستان امور مربوط به امور داخلی امور پلیس امور امنیت داخلی و امور فرهنگی به ویژه و اقتصاد ایالتی دست حکومت مثلا ایالتی کردستان باشه این مسئله برای آذربایجان صدق میکنه برای خوزستان و غیر ذالک. در عین حال هر کدوم از این از ها بستگی به جمعیتشون یا اینکه به شمارش آرای برابر یک مجلسی را از خودشون بین ها خواهند داشت مجلس آلا مجلس ایالاتا اسمشو میذاریم مجلس سنا اسمش رو میذاریم مثل آمریکا فرقی در معامله نمیکنه بر حال ایالت نمایندگی خودشون رو دارند هر قانونی که در مجلس فدرال تشکیل میشه باید از تصویب نام بگذره قوانین مهم خب یعنی من مثلا برای نمونه شهروند کرد ایرانی در کردستان در مثلا مهابات در انتخاباتی شرکت میکنم که یک مربوط به حکومت به پارلمان فدراله صلاحیتی که مربوط به دولت فدرال هست و این ارگان قانون گذاری در واقع تصویب میکنه من در همونجا در واقع حکومت پارلمان ایالتی خودمو انتخاب میکنم به همین ترتیب قوانینی که مربوط به حوزه اختیارات ایالتی خواهد بود در همون پارلمان تصویب خواهند شد و این دو هر دو هم, هم حکومت هم پارلمان فدرال و هم پارلمان ایالتی در واقع میتونن منشأ موجد حکومت هم باشن یا یعنی اینکه حکومت به طور منفق از سوی مردم انتخاب بشه خب یعنی در انتخابات جداگونه ای بر حال حکومت های ایالتی بین خودشون یک مجلس سنایی خواهند داشت بعد در این حال همه شهروندان ایران خارج از این موضوع شهروندان ایران حکومت فدرال خواهند داشت در مرکز بعد مرکز نماینده من در در واقع حکومت در پارلمان فدرال و نماینده من در پارلمان ایالتی و نماینده پارلمان ایالتی در اون ارگان ارگانی که ایالت‌ها رو نمایندگی میکنه در مرکز اینا قوانین رو تصویب خواهند کرد و به این ترتیب نظام فدرال در ایران تأسیس خواهد شد خب این نه تنها میگم چیز نباید عجیب و غریب مشکلی باشه و ایران اولین کشور نیست که از این تنوع برخورداره بلکه اصلا یک از ضروریات هم هستش ببینید به هر حال نظام متمرکز هم تقسیمات کشوری داره یا نداره خب تا اینجاش که همه موافقیم حتی اونایی که مخالف فدرالیسم هستن میدونن که ما تقسیمات کشوری لازم داریم الان تو ایران داریم دیگه سی استان داریم تو ایران خب بسیار خوب اون موقع هم همین تقسیمات کشوری خواهد داشت خواهیم داشت با این تفاوت که اون موقع با موازین دموکراتیک این تقسیم بندی خواهد شد دیگه تقسیمات کشوری رو در وزارت خونه وزارت کشور انجام نمیدند از خود مردم میپرسند شما میخوای جزء اون استان باشید یا جزء اون استان باشید اکثریت با هر کی بود جزء اون استان خواهد بود یا این مجموع ای از استانهای مختلف هم طبیعتا یک ایالت تشکیل میدن یعنی حالا من در ارتباط با کردستان صریحتا صریحتر بکنم ما در آینده ایالتی خواهیم داشت ایالت کردستان مرکب از سه و نیم استان کنونی طبق برداشت من بخش کردنشین و آذربایجان غربی جزء اون خواهند بود استان کردستان جزش خواهد بود کرمانشاه و ایلام هم جزش خواهد بود یعنی همون تقسیماتی که الان داریم فقط با یک اصلاحیه بر میمونه با این تفاوت که از این سه چهار استان برای امور فرهنگی و اموری که مربوط به این منطقه هسته شو نه یک پرامان ایلتی خواهیم داشت که بعضی ها بهش میگن حکومت های محلی هر اسمی ازش بذاره فرقی در معامله نمی کنه همونه خب و این چیزی که خدمتون عرض کردم در ارتباط با کردستان خب در ارتباط با آذربایجان هم فرق می‌کنه مثلا از بخش آذری نشین آذربایجان غربی آذربایجان شرقی مثلا بگیم چی می‌دونم اردبیل و زنجان از اینا مثلا ایراتشکی تشکیل بشه چی کار داره اینا یک ایل داشته باشن امور بیشتر امور مربوط به مسائل فرهنگی زبانی رسانه‌ای آموز پرورش خودشون حل و فصل میکنند ما در ایران غیر ممکنه بتونیم تازه یک نظام, نظام, متمرکز داشته باشیم غیر ممکنه اصلا نمیشه با موازین دموکراتیک در تناقض و با مطالباتی که توی بناتق مختلف در بناتق مختلف وجود داره در تباین خواهد بود حال بنابراین یعنی یعنی ترین ناسیونالیست ایرانی میگه که حکومت ایران باید در واقع غیر متمرکز باشه خب میونه فقط چه نظام غیر متمرکزی من با خیلی از اه اه اندیشمندان ایرانی در این مورد صحبت کردم بحث کردم مجادله کردم به این نتیجه رسیدم که اینا وحشت اونا از فدرالیزم نیست از اسم فدرالیزمه تصور عجیب و غریبی دارند در کنفرانس مختلف مثلا از ایشون میپرسم بسیار خب خوب... عرب... الان به فدرالیزم فدرالیسم رو فعلا شما چه نظامی برای ایران میخواید شما می‌خواید من در مدرسه در دانشگاه در ادارات زبان خودم رو داشته باشم میگه البته مگه کسی هست می تو... ب... بتونه با این خواسته مخالفت کنه میگم بسیار خوب فبها ها شما با این موافقید بسیار خوب این مگه نظام آموزش و پرورش خودش نمیخواد مگه کتاب نمیخواد مگه مدرسه نمیخواد مگه طبیعت معلم و دبیر و غیر وزارک نمیخواد میگه باشه این کتاب نمیخواد باشه مجاله نمیخواد باشه خب این ت... یه طرف قضیه تو میخوای که من تلویزیون داشته باشم رادیو داشته باشم روزنامه داشته باشم به زبان خودم میگه آره اینم مخالفم با این مخالف نیستم اینم که در منشور حقوق بشر اومده کسی نمیتونه در یک نظام دموکراتیک مخالف این باشه میگم خب تا اینجاش هم موافقیم خب بسیار خب این نظامی که مورد ایدئال شماست به هر حال متمرکز یا غیر متمرکز اون همه میگن غیر مرکز خب تا اینجا هم به توافق رسیدیم غیر مرکز. شما این دو سه رو با هم قاطی کن نظام غیر متمرکز رو بر اساس موازین دموکراتیک ایجاد کن میشه فدرال با یک نفر که بحث میکردم اسمشون رو میارم گفتش که والا اگه اینه که من چرا نه کی... چه کسی میتونه محف... مخالف این باشه میگم کل و جزء مسئله همینه یعنی من میخوام اموری که فقط منطقیه به خودم مربوطه در مثاله... میگم آموزش پرورش مسئله رسانه ای و بیشتر هول هوش زبان تو منطقه باشه اقتصاد منطقه کشاورزی منطقه مثلا میام میخوام در شهر خودم یک از چهار ده هست یک کارخانه قند داشته باشم چوغندری که اونجا تولید میشه رو چه میدونم فلان استان و فلان شهر نبرن تو موافقی دی که کارخانه قند داشته باشم یا نه میگه آره خب همین مسائل است چه انسان شریف و دموکراتی دموکراتی میتونه مخالفت کنه با این با این, با این مسائل ابتدایی یعنی روشنگری نشده و اونجا هم که میشه به طرفداران فدرالیزم اضافه میشه زمان فدرالیزم اصلا مقوله عجو غریبی بود مقوله خیلی غریبی بود الان کمتر سازمان سیاسی حتی اونی که میگه مخالفا رو نگاه میکنی میگم خدا پدر بیا مرزه منم همینو میگم فقط اسمش رو تو فدرال طرف میگه که مثلا برای نمونه مشروطه خواهن مشروطه خواهان میگم ب... نظام فدرال، پرس شما این بود که متناسب به حال ایرانی است. چرا نیست؟ میگن که چون نظام فدرال، اول شقه شقه باید بشی، اول کشور کشور باید بشی، بعد بشی نظام فدرال، گفتم اولا که اینجوری نیست، کذب محضه دولتی که بوجود میاد، دولت متحدی که بوجود میاد، ش... اگه قرار باشه چند خلق چند قوم چند ملت با هم یا چند کشور با هم جنگ داشته باشن دیگه چرا نظام فدرال تاسیس میکنن حکومت خودشون تشکیل میدن دیگه نه خیر بر هر یک همگرایی بین اونو وجود داره این همگرایی رو میخوان بیشترش کنند این مسئله میخوام تو ایران هم مصداق پیدا کنه یعنی این چیزی که اونا میگن هم تاریخا اشتباست هم منطقاً غلطه حالا منطقا چرا غلطه قانون اساسی بعد از انقلاب مشروطه و حتی متممش حقیقتش رو بخواید کپی برداری از از قانون اساسی بلژیک تاریخ قانون اساسی رو بخونیم متوجه این قضیه میشیم بلژیک این نظامی وحشتناک متمرکز داشت خب اونا گفته به به حکومت استعمارگر هم هست و قوی هم هست و نه چرا قانون اساسی ما کپی نکنیم فنون اساسی اون کپی کردن مشکل برام وجود اومده حالا بلژیک خودش فدرال شده ما در جای خودمون موندیم ولی یعنی الگوی ما به این نتیجه رسیده حالا هم فرانسه و هم بلژیک راه, راه و اشتباه رفتند مخصوصا بلژیک نظامشون فدرال شد خب به این دلیل میگم این چیزی که اونا میگن اشتباه است بلژیک تکه تکه نبوده که با هم فدرال بشه بلژیک حکومت متمرکز بوده یعنی ما با دو روند سر و کار داریم در ارتباط به فدرالیسم یه روند اینه که حکومت مختلف داشتیم نه کشور به مفهوم امروزی حکومتای های منطقه سنتی داشتیم خب مثل اون چیزی که ما تو ایران داشتیم قبلا به هر حال این حکومت ها اومدن حکومت بزرگتری بین خودشون وجود آوردن در آمریکا اسمش رو اول گذاشتن کنفدرال که فدرال شد در سوئیس الان که الان اسمش کنفدراله هرچند ماهیتا فدراله ولی اسمش کنفدراله خب یعنی نمیگه که حکومت های تو, تو خود تو منحل کن بیا در من قاطی شو خب در بلژیک ولی در بلژیک در اسپانیا مسیر برعکس ما داریم یعنی حکومت متمرکز به این نتیجه رسید که این اگه ما از نظام متمرکز به نظام غیر متمرکز و به نظام فدرال سوق پیدا نکنیم دولت اصلا میپاشه یعنی فدرالیزم زامن, زامن وحدت شده نه برعکسش حالا ممکنه در کشور یه مثل مثلا بر نون چکستواکی یا نظام فدرال باشه ولی اینو اصلا بپاشند ولی بیایم قیاس کنیم دقیقا دقیقا, دقیقا. این, این ارتباطی اساسا به نظام فدرال به نفس نظام فدرال نداشته اون چیزی که در بر نمونه در یوگسلاوی اتفاق افتاد برعکسش میلوشویچ حکومت سوسیالیستی در واقع میلوشویچ اومد ساختارای خودمختاری مختاری فلان منطقه رو فیسار منطقه رو لغو کرد حالا رو اون رو بحث فدرالیزم میام چجوری میتونیم جلوی اینو بگیریم اون مناطقم هم گفته خب ما که حال که ما نمیخوایم نمیتونیم حکومت منطقی خودمون رو داشته باشیم از این کشور خارج میشیم خارجم شدند به زورم شده خارج شدند یک عده مثل کرواسین و اینا اینا اصلا از روز اول میخواستن مستقل بشن خب مستقل هم شدند دیگه دیگه عذر و بهانه دیگه ای نداشتند که ما یعنی بالاخره من میخوام تو ایران بمونم یا بمونم اون موقع مردم کراسی به این نتیجه رسیدن که ما میخوام جدا بشیم به نفع رو جورا بشیم جورا شدن دیگه این رفتی به نظام فدرال نداره اگر تا اون موقع موندن دلیلش فدرالیزم بوده یعنی فدرالیزم مانعیه برای جدا شدن نه دلیلیه برای جدا شدن در یوگسلاوی هم همین در ازم میخوام هم پروسه رو داشتیم ببینید چک از دو, از دو ملیت یا ملت چک و اسلام تشکیل شده دیگه اولا شده بود من شده بود خب اینا بر حال رفراندومی به این نتیجه رسیدند که از هم جوره بشند بینی کسی هم خون اومد نه زمین به آسمون هم رسید حالا اونی که به این اونی که میخوف اصرار داشت جدا بشه الان نظر سنجی کردن پشیمون شدند میخوان دوباره متحد بشه حالا اون مقوله دیگه است ولی گفتن که وضع اون موقع بهتر بود که با هم بودیم خب اونایی که میگفتن جدا نشید تو رو خدا نرید اونا میگفتن از خوب شد رفتن و ما خب بهتر شد که الان یعنی اکثریت خوشحال که اونا رفتن اقلیت که رفته از این که رفته خوشحال نیست یعنی با این روان چون زوری نبود، زور نبوده دیگه تو،, تو, کار در ایران هم همین وضعیت ما داریم در ایران من در کنفرانس بروکسل زمانی گفتم که در سخنرانیم که اصلا فدرال، نظام فدرال یگان یگان آلترناتیو دموکراتیکه شما از هر سو به اون نظام میرسید راه دیگه نداری حتی اونایی که به قول خودشون وحشت دارن از نظام فدرال ازشون صحب... میپرسی با صحبت که میکنید به این نتیجه میرسن فقط اسمشون نمیذارند حالا ممکنه بعضی از اختیارات رو مثلا ایشون بیشتر به مرکز بده تا من خب ولی در اساس اینجوری ما نظام های فدرال داریم که متمرکز مثلا اتریش اتریش تفاوت خیلی فاحشی با سوئیس داره در سوئیس در سوئیس بر حال تمام مناطق همواره در حکومتن مثلا برای نمونه تصور کنید در ایران فردا خب این نظام فدراتی که مورد دفاع منه جوری خواهد بود فرق نمیکنه اون موقع که من به عنوان حزب تو اپوزیسیون یا تو حکومت ترکیب وزیران یا ترکیب حکومت همیشه باید همواره از افراد ملیت ها باشه به طور برابر مثلا برای نمونه طور برابر منظورتون چیه یعنی تعداد جمعیت تو این چرا؟ تاثیر نداره چرا چرا منظورم این که تغییری تو این ایجاد نمیشه همیشه همسان میمونه میمونه مثلا برای نمونه میگن خب جمعیت برای نمونه کردستان در ایران 15 درصد هر چقدر که هست خب میگن که خب ما اینقدر هم وزارت داریم تو ایران میگن این وزارت خونه این در حال کردستان همیشه باید چند تا وزارت خونه رو داشته باشه همیشه حالا حزب مثلا میگم حزب ایکس حکومت کنه یا حزب ایگری از خودشون از این ملیت باید چیز بذار در سوئیس اینجوریه در سوئیس مثلا برای نمونه هفت وزارت خونه که اصلی داریم این هفت وزارت خونه نمایندگی میشن از طرف سه ملیت اصلی و یک ملیت در واقع بگیم چهار چهار ملیتی که اونجا هستن یعنی همیشه هستند فقط تعلق حزبی این افراد فرق میکنه مثلا مثلا مردم فرانسوی زبان مثلا ممکنه دو وزیر دارن همیشه دو وزیر دارن خب همیشه دو وزیر دارن ولی این دو وزیرشون بعضی موقع مال حزب سوسیودمکرات بعضی موقع مال حزب لیبرال ها هستش مال بعضی موقع حزب سوسیالیست و غیره الیگ ولی در این ایجاد نمیشه یعنی من مثلا میگم من فرانسوی در سویس همیشه من میدونم این دولت مال منه دیگه این در ایران آینده من همچین تصوری دارم یعنی کرد آذری و غیرزا همیشه باید در حکومت باشه همیشه باید باشه خب چی حزب اسلامی باشه فرقی نمیکنه مهم اینه که این از این مردم انتخاب شده باشه دیگه خب رأی آورده باشه این در واقع سیمای کلی نظام فدراله ولی یک پرسش دیگه اینجا وجود پیش میاد اینه که فرق نظام فدرال با نظام خدمات مرکز کجاست چون بعض تقریبا همه سازمان سیاسی ایران میگن ما نظام غیر متمرکز میخوایم ولی با نظام ف... ولی بخشیشون میگن که بخش کوچکشون میگن ما با نظام فدرال مشکل داریم فرقشون چیه ما خب میگیم چرا مشکل داری شما اینا میگن که خب ما به این دلیل مشکل داریم که این به حال جنگ قومی رو پایان دامن میزنه و غیر و میگم که پاسخ منم اینه که بالاخره شما از این استدلالی که میارید یا در حال با این اصلاح از یا صادق هستی یا نیستی دیگه اگه مردم ایران اینقدر در هم تنیدن اینقدر همدیگه رو دوست دارن هزاران سال هیچ چیز اینا اصلا جدا نکرده جوری میتونه این نظام فدرال اینا رو اصلا جدا کنه این یکیت دوت خودت هم میگی که بر حال با یک تقسیمات کشوری باید باشه دیگه بر اساس حالا نمی... تو اسمشو می... قوم میذاری من ملت من میگم نه قوم نه ملت رای مردم از مردم بپرس بالاخره چی میخوان اون استان اون این, این اولاد داشتن تمام شد رفت حالا فرقش با نظام چیز چیه؟ شما فکر میکنین واقعا این تقسیم بندی ها یکی هستن مثلا میگم برای نمونه چیزی که حالا در ایران موجوده استاندار و نمیدونم فلان و همه در مرکز انتخاب میشن مردم در انتخاب اینا هیچ تأثیری ندارن ولی در زمانی که فدرالیسم باشه در ایران خب. نباید که اینجوری طب باشه طبیعتا نباید اینجوری باشه این منظورم اینه, اینه که این تقسیم بندی فقط تقسیم بندی نیست محتوای تقسیم بندی فرق میکنه مره. نه نه بس هم سر قیاس این تقسیم بندی که شده بس اونا اینه که خب فرماندار خود رو انتخاب کن استاندار خودتون انتخاب کن بس اونا تا اونجا پیش رفتیم که توافق داشته باشیم خب اونجا خود داره اونا میگن نظام آینده ایران هم دموکراتیک هم باشه تا اونجا با هم موافق... موا... موا... توافق داریم اونا میگن ساختاری که الان هست و به جای خودش بذاریم بمونه برای اینکه مشکل نداشته باشیم خب من هم میگم که یکی از دلایل مشکل ساز همین تقسیم بندی حالا برای نمونه من و شما از منطقه میاییم که بر حال قلب جامعه ملی کردستان دیگه در آذربایجان غربی هم قرار داره چرا این اتفاقی که نیست در حال از مردم این منطقه بپرسن که با تبعیض چنگانه هم روبرو مردم این منطقه خب مردم این منطقه بپرسن میگن جزء کدوم ایالت میتونید میخواهید باشید طبیعتا میگن جزء ایالت کردستان خب این اصلا این به نفع نظام آینده هست. میدونید چرا چون بالاخره نظام مختل... های مختلط اگه دموکراتیک باشه اگه حکومت مرکزی نباشه ممکنه دوش... تازه اون موقع دشوار باشه مشکل مشکل ساز باشه ببین مثلا مدارس تو باید مدارس هم آذری داشته باشی همزمان در کنار مدارس کردی این بدون دردسری نیست برای انسان معقول باید بگه خب اینا رو باید اصلا تف... تف... تفکیک کنم رابطه دیگه با اینا بین اینا ایجاد کنم تا اینکه اینا برحال بعضی از شهرها هستش که ترکیب ملی متفاوت داره این جای خود داره ولی بعضی از شهرها هستن که ترکیب ملی متفاوت نداره مهابات صد در صدش کردی است یه یک کلمه نه کلمه زیاد خود خب چجوری میتونی خب اینو مثلا برنمونه بگیم که هر استانی زبان خودش رو داشته باشه دیگه نه تو در ماه مثلا چی کار میکنید؟ نظام آموزش پرورش مهابات رسانه های چه زبانی خواهند داشت؟ آذری؟ کردی؟ فارسی؟ یعنی برای آسونکاری کاری هم شده برای افزایش بازدهی و برای کمتر کردن تنشا تو مجبوری تا جایی که ممکنه ایالتی رو که درست میکنید همون گم باشه تا جایی که ممکنه صد درصد غیر ممکنه که تو بگی همیشه یه خطی میکشم این طرف مثلا برای بگیم آذربایجان این طرف چی میدارم کردستان این ممکن نیست اصلا البته هیچ جای دنیا ممکن نیست همیشه این مناطق طوری هستش که مناطق خاشیهی بینیم نه که ترکیب مختلف داره یعنی ما همیشه اقلیتی خواهیم داشت در آذربایجان ما همیشه اقلیت خواهی... آذری خواهیم داشت که در کردستان خواهد بود در مورد تهران خب منی که در تهران زندگی میکنم طبیعتا حکومت ایلتی تهران خواهیم داشت خود تهران باید یک ایلت بشه طبیعتا زبان فارسی زبان رسمی و ایلت خواهد بود ولی من اونجا به عنوان کرد حق آموزش من اونجا نه حق آموزش به زبان کردی بلکه من اونجا حق تدریس زبان کردی هم خواهم داشت یعنی حکومت ایالتی تهران مکلفه طبق موازن دموکراتیک چون به من عربی یاد میده و انگلیسی یاد میده و نمیدونم قبلا فرانسوی یاد میدادند الان یه درس داشته باشم زبان کردی نه مخالفتی هم کسی با این نداره تموم شد مشکل کجاست نمیدونم گره فکری مخالفان کجاست اگر واقعا صادق باشن حالا بازم برمیگردم به اصل مطلب خودم فرق فدرالیزم فرق فدرالیسم با نظام نظام غیر چیه ببین به لحاظ تجریدی اول میگم بعد میگم به لحاظ عملی به لحاظ تجریدی اینجوریه که در نظام فدرال ما اصلی داریم که مثلا به آلمانی بهش میگن بوندستروی یعنی وفاداری به نظام فدرال این وفاداری به نظام فدرال دو سویه هستش میگه حکومت های تو همیشه باید وفادار بمونی به این نظام فدرالی که ما تو آلمان داریم دولت فدرال تو همیشه باید وفادار بمونی به این نظام فدرالی که تو آلمان داریم و نظام فدرال هم دو گفتیم دو سطح داره حداقلش حد دیگه ایالتی یعنی چی یعنی حکومت مرکزی مکلف حقوق ها رو به رسمیت بشناسه ایالت ها هم هستن مکلف هستن حقوق و اختیارات و صلاحیت دولت مرکزی رو به رسمیت این دو طرفه هستش حکومت مرکزی نمیتونه بگه امروز و فردا بگه که نخیر این چیزی که شما انجام میدید با به طبع من نیست و تانک توپ میفرستن این چیزی غیر ممکنه این به معنی اونجاست که اتفاقا ایران اصلا متلاشی میشه خب یعنی از حکومت مرکزی میخواد به ایالتها وفادار باشه از ایالت ها به حکومت مرکزی وفادار بمونن. این اه 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 یکی از مشخصات اصلی نظام فدراله اینو من در نظام متمرکز نداریم در نظام متمرکز دولت مرکزی هر موقع باب ترش بود میتونه این حکومت های محلی رو به اصطلاح خودشون نه از میان برداره خب این بلاز تجریدی میگن فعلا بلوی از ابسترکت نظری فرقشون اینه ولی نگاه کنیم ببینیم نظام فدرال با هم با نظام در دنیای واقعی چه اتفاقی با هم داره ما در اتریش نظام فدرال داریم ولی در بریتانیا نظام غیر متمرکز داریم حقوق اختیاری که مثلا میگم اسکاتلند در بریتانیا داره, داره بیشتر از اتریشه فدراله فدرال اتریشه فدرال حتی اون فدراله به این خاطر میگم این این ترسی که وحشتی که از کلمه فدرال وجود داره منطقی نیست چون نظام فدرال نوع مختلف داره نظام فدرال حقوق اختیارات مختلف دارن ایرات و غیر ذلك در در اتریش ما یک نظام متمرکز فدرال داریم حقوق اختیاری دی که مناطق مختلف در گفتیم بریتانیا دارند از ایلند و شمالی بگ... از بعد از از اسکاتلند و اینا بگیر بیشتر از حقوقی که چیز داره که ایلت های فدرال در واقع اتریش دارن اما به لحاظ تجریدی اینجوریه که میگن نظام متمرکز بر اساس بیشتر جنبه اداری داره نه سیاسی استاندار خودت انتخاب کن اشکال نداره فرماندارم خودت انتخاب کن اشکال نداره یه شورا شهر داشته باشی اون هم اشکال نداره بعد ولی حکومتی هم بین خودتون تشکیل بده اون چیزی که مثلا برای نمونه از به خدمتون حزب مشروطه ایران میگه و قبلا دارش همه این نوع میکردند حکومت محلی خودتون هم داشته باشید ولی افسار دست خودشون باشه نه این تفکر اوناست که نه که همه چی مال ملک و مال اوناست با به نبود همه چیز رو پنگ کنند و با تانک و توپ و فانتوم های امریکایی و میگه روسی و میراج فرانسوی سراغمون بیاد خب من میگم نه این اصلا فدرال نظام فدرال گفتیم اول بحثمون که معنیش قرارداده قرارداد اجتماعیه در واقع وحدته وفاداری من به شما تا زمانی که تو وفاداری شما به من باشه یعنی این دو طرف هست در واقع خب اون موقعی که تو نظام فدرال منو نظام ایلاتی منو حکومت ایالات من مورد تهاجم قرار میدی دیگه این قرارداد نمیمونه اون, قرار نمی اون موقع من جلو میشم از الان به شما میگم امضا میدارم که جلو میشم موقع من به عنوان یک کرد ایرانی تاکید 100 درصد دارم که حکومت منطقی ملی منطقی خودمو داشته باشم به دلایل خیلی زیادی که اگه دلتون بخواد رو این یک برنامه میذارم بس میکنم اصلا ضرورتش از کجا ایجاد میشه و در این حال کشوری هم که مثلا میگن من سلامتی به منم تعلق داره که ایرانه در حکومتش من شریک باشم اون چیزی که در کشورهای دموکراتیک دنیا هست کدوم انسان معقول میتونه با این خواسته مخالفت کنه بله این یک سوالیه که به طور کلی چطوری میتونن حکومت های محلی یا ایالات به فدرال در حکومت شرکت بکنن مردمش در حکومت مرکزی ولی در برنامه امروز باز نمیتونیم برسیم به این موضوع و برنامه امروزمون دوباره رو به اتمامه و باید بذاریم این موارد رو برای برنامه بعد فقط من یک خلاصه ای از اون چیزی که نتیجه گرفتم عرض می کنم ببین اگه موافق هستین بله. شما این بود یا فدرالیزم برای ایران به خاطر این خوبه که اولا مسئله ملیت رو حل میکنه در ایران بله, بله این مشکل ستم مضاعفی که هست این حل میشه دوم برای این خوبه که دموکراتیزه میکنه ملت ایران و اصلا کشور ایران و همه مسائل سیاسی و کشورداری رو بله سوم باعث اتفاقا عدم تجزیه میشه به جای یعنی باعث وحدت ایران و موندن همه بخش های ایران با هم میشه اون چیزی که در کل از صحبت های شما در این مورد من به حال تونستم بکشم بیرون و در این فرصت کم عرض کنم این بود این به اصطلاح لب صحبت های شما بود بله. در این مورد بله البته بحثی من پراکنده هستش بله. همونطوری که وعده دادم ما سلسله برنامه هم داشته باشیم سر نظام فدرال پایش منشأ تاریخیش نوخاش تقسیم صلاحیت و غیر و ذالک خب اون موقع به صورت به اصطلاح سری درسنامه اینا ارائه خواهیم کرد مقداری واضحتر مسئله خواهد شد تا تا بحث پراکنده امروز بنده بله به حال هنوز زیاد علاوه بر اون بحثی که شما قرار داشته باشین سوالا زیاد هستن میتونیم در برنامه بعدی یا برنامه های بعدی داشته باشیم و در میزه گرد ها به خصوص کسای دیگه ای هم شرکت میکنن و با هم خیلی تشکر میکنم از اینکه شرکت کردین در برنامه ما بینندگان عزیز تشکر میکنم از شما هم که با ما بودین تمام این مدت رو و امیدوارم برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه تا برنامه دیگر برای شما آرزوی سلامتی و شادی و خرمی میکنم